در بخش دوم که پنل ما است با عنوان توسعه صنعتی و توجه به مسائل محیط زیستی، دعوت میکنم از بزرگوارانی که عضو پنل هستن تشریف بیارن و شرکت بکنن. آقایان حمیدرضا خدابخشی، معاون سازمان آب و برق خوزستان، آقای دکتر کاوه فرهادی استاد دانشگاه و کارآفرین، آقای علی شادرو فعال در حوزه گردشگری و جناب آقای دکتر محمود صبوری استاد دانشگاه صنعتی شریف. تشویقشون بکنید دوستان. ظاهرا آقای صبوری نیومده. آقای صبوری نیومده؟ بفهمید، خب موضوع این پانل موضوع بسیار مهمیه و فکر میکنم یکی از دغدغه‌های بزرگ همه ما باشه، این که چگونه ما میتونیم در این حالی که صنعتی در خور داشته باشیم که بتونه وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک رو کم بکنه در کشوری که در قلمرو مناطق خشک جهان قرار گرفته، میانگین ریزش‌های آسمانیش 1/3 میانگین جهانیه و تبخیرش دست کم 50% بیشتر از میانگین‌های جهانیه، ما راهی نداریم جز این که به جای این که بریم سراغ افزایش وابستگی‌های معیشتی به منابع آب خاک و از اون طریق پول تولید بکنیم، بریم سراغ صنعت درخوری که ضمن رعایت هنجارها و واقعیت‌های محیط زیستی کشور بتونه در واقع پول کافی برای این کشور تولید بکنه، اشتغال کافی تولید بکنه و فشار رو روی منابع آبی و رویشگاه‌های جنگلی ما کاهش بده. فکر میکنم برای آغاز سخن از آقای دکتر کاوه فرهادی شروع بکنیم، کسی که در این زمینه پژوهش‌های جدی فراوانی رو انجام داده روی پیشینه این موضوع در تاریخ ایران و به عنوان یک کارآفرین و مدرس دانشگاه میخواییم بشنویم که چه باید کرد. دوستان عزیز هر کدوم در حد 5 تا 6 دقیقه بحث رو شروع بکنن، بتونیم بحث رو بچرخونیم، در نهایت این پنل 1 ساعتی رو بتونیم با یک خروجی خوب به پایان برسونیم. در خدمت آقای فرهادی. به نام خدا، با درود و احترام حضور تک تک شما بزرگواران و سپاس بیکران از مجموعه اینوتکس، همچنین دعوت بزرگوارانه جناب آقای مهندس محمد درویش عزیز، دلم میخواد که آغاز صحبت رو با سیب پایانی آقای سعید انصاریان عزیز بیاغازم. آقای انصاریان این سیب رو آورد در حالی که داشت سیب رو به ما نشان میداد، من یاد شاه بیت سهراب سپهری افتادم که زندگی خالی نیست، سیب هست، ایمان هست، آری آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. سیب، ایمان و شقایق همه المان هایی هستند که گفتمان توسعه پایدار رو می شود با آن آغاز کرد. سیب به معنای عشق و ایمان به معنای ارزش‌هایی که در بستر فرهنگی و تاریخی یک ملت شکل می‌گیرد و شقایق به عنوان نمادی از تفکر زیست بوم محور و آشنا با طبیعت زیستن و نه بر آن. اگر سوال آقای مهندس درویش عزیز رو بخواهیم پاسخ بدهیم، به نظر من بهترین راه آن است که از پایان پرسش شروع کنیم، یعنی با مفهوم توسعه پایدار. دوستانی که صدای من رو میشنوند انشاءالله تصویر رو هم میبینند، چه از طریق فضای مجازی چه عزیزانی که اینجا در خدمتشون هستم، خیلی خوب میدانند که مفهوم توسعه با رشد متفاوته
وقتی ما از توسعه حرف میزنیم از مفهومی صحبت میکنیم که سازه های آن کیفی است و حتی رویکرد آن چند وجهی است. و وقتی از رشد صحبت میکنیم یعنی از نگاهی که رویکردش کمی است و سازه های آن تک‌بعدی است. جالبه که وضعیت اینجا و اکنون ما در مواجهه با مفهوم توسعه نه با تعریف رشد و نه با تعریف توسعه پایدار که تعریف به غایت عمیق‌تری است، در هیچ کدام این تعاریف و با هیچ کدام این خطکش‌ها و سنجه‌ها وضعیت خوبی نیست. توسعه پایدار نگاه چند وجهی است که کارآفرین، جامعه شناس، انسانشناس و مهندس رو در بستر مفهومی محیط زیست همراه می کند. یعنی اینکه زیست بوم صرفاً یک شاخص سنجه پذیر نیست که در آمارهای ما بیاید و ما بتوانیم بگوییم که در چه وضعیتی هستیم. زیست بوم یا محیط زیست بستری است که تمام سنجه‌های دیگر را و همه چارچوب نظری‌ها و مفاهیم دیگر در آن شکل می‌گیرد. یک آدم بزرگی می‌گوید که هیچ کانتنتی، هیچ مفهومی معنادار نمی‌شود مگر در کانتکست خودش، در متن خودش. متنی که در آن توسعه پایدار معنادار می‌شود زیست بوم است. ممنونم، متشکرم که دقیقاً هم توی تایم تموم کردید آقای فرادی عزیز. تأکید کاوه فرادی این بود که ما زمانی میتونیم به پایداری در توسعه برسیم و ضمن داشتن محیط زیستی درخور، سنتی درخور داشته باشیم که واقعاً به همه ابعاد سرزمینی که درش زندگی میکنیم اشراف داشته باشیم، پیشینیان و گذشتگان رو درک کرده باشیم و بر اساس این تجربه زیستی بتونیم آینده رو طراحی بکنیم. آقای حمیدرضا خدابخشی، کسی که سالها مسئولیت سندیکای آب در استان خوزستان رو بر عهده داشته و هم اکنون هم معاون سازمان آب و برق خوزستان هست، فکر میکنم فردی ذی‌صلاح تا بتونه ما رو از چالش‌های بین صنعت آب و محیط زیست آگاه کنه. صنعت آبی که شاید جدیترین انتقادهای فعالین و کنشگران محیط زیستی متوجهشه و باید ببینیم که چگونه میشه این چالش‌ها و این انتقادها رو رفع کرد. به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی و سپاسگزارم از دعوتی که به عمل اومده از آقای مهندس درویش، کنشگر به نام کشور و دوستانی که زحمت کشیدن برنامه رو پایریزی کردن. جناب آقای فرادی به خوبی مبحث و شاعرانه مبحث توسعه پایدار رو مطرح کردن. خب من طبعی رو که ایشون داره و به خصوص آقای درویش هم طبع لطیفی که دارن من ندارم. من از مدیران اجرایی هستم و حدود 25-6 سال هست در بخش اجرایی کار میکنم و با پوست و گوشت و استخوان مفاهیمی رو که آقای فرهادی و آقای درویش مطرح میکنن و موضوع بحث امروز هست و کاملا لمس کردیم و متوجه هستیم که چه پارامترهایی مؤثر هستن بر مباحثی که آقای فرهادی به خوبی تبیین کردن. در خلال کارمون حالا روی مبحث خود مفهوم توسعه پایدار تأکید بکنیم، ما در خلال کارمون کاملا متوجه شدیم هیچ توسعه‌ای پایدار نیست و هیچ پایداری مفهوم نداره مگر اینکه مفاهیم محیط زیست و علوم اجتماعی در آن ادغام نشده باشه و پیوست‌های محیط زیستی و اجتماعی نداشته باشه.
بارها شده ما در مناطق مختلفی سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی انجام دادیم، سرمایه‌گذاری‌هایی که شاید صرف خیلی از امور دیگه در همون منطقه می‌شد که به خوبی آقای انصاریان فرمایش کردن در رابطه با توسعه روستایی، ما به نتایج بسیار ارزشمندتری می‌رسیدیم. اما همونطوری که خیلی ظریف در اشارات آقای انصاریان وجود داشت، ما نتونستیم به پایداری که مد نظرمون هست در اون مناطق دست پیدا بکنیم و متاسفانه خیلی از تخریب‌ها و تخلیه روستاها رو علارغم سرمایه‌گذاری که در مناطق مختلف شده بود شاهد بودیم. به خاطر این بود که اون مفاهیم و پارامترهایی که بایستی در توسعه پایدار ما در نظر می‌گرفتیم در نظر نگرفتیم. من نمیخوام آقای درویش الان وارد مبحث اهمیت آب در مباحث توسعه پایدار بشم، علاقمند هستم در ادامه بحث، میدونم شما عمیق‌تر خواهید شد و مباحث بیشتری رو مطرح خواهید کرد، اما استحضار دارید که موضوع آب جزء دغدغه‌ها و اولین معضلات کشور هست و خاورمیانه، که حالا بعد در ادامه مبحث من اشارات بیشتری در این موضوع خواهم داشت. خب متشکرم و سپاسگزارم. به هر حال ایشون تایید کردن لکنت هایی که در حوزه صنعت آب کشور وجود داره و خواسته یا ناخواسته به جای اینکه صنعت آب ما در عمل کرده نیم قرن گذشته خودش بتونه به تاب‌آوری این سرزمین کمک بکنه، متاسفانه مشکلات جدی در کاهش تاب‌آوری ایجاد کرده که حالا در ادامه حتما توضیحات بیشتری رو از حمیدرضا خدابخشی عزیز خواهیم شنید. علی شادلو مردیه که همه فعالان در حوزه گردشگری ایشون رو حتما میشناسن، کسیه که هم از نظر مبانی تئوری و هم از نظر عملی نشون داده که مرد میدانه و به هر حال حوزه گردشگری چه تاریخی، چه طبیعی، چه فرهنگی، حوزه‌ایه که متاسفانه چالش‌های جدی رو با محیط زیست داشته، به نحوی که الان بسیاری از فعالان محیط زیست درخواستشون اینه که اصلا مناطق جذاب و زیبای طبیعت ایران برای معرفی مقصد گردشگری معرفی نشه، چون ظرفیتش وجود نداره، چون درکش وجود نداره و فاجعه هایی که در تنگ واشی یا سرین اتفاق افتاده میتونه تعمیم پیدا بکنه. آقای شادلو عزیز، آیا با این دیدگاه موافقید و اینکه چگونه میخواید وارد این بحث بشید؟ من یه فرصتی دادم که کامرامنا کادر رو تغییر دادم تنظیم کنن. من لاغر نیستم، الف هم نیستم، خیلی هم سر وزنم، دلت هم بخواد سعید انصاریان عزیز. آخه یکی از سیب شروع کرد، یکی از داده های سعید انصاریان، من دیدم او اولش برای آیس بریکینگ بد نبود. دوستت دارم سعید. عرض کنم که بعد من اصلا میگم که ما در طبیعت ایران گردشگری نداریم، این اتفاقایی که میفته رو ول کنید، اینا برای پوزه، یعنی یه عکس بذاریم اینستاگرام لایک بخوره، بعد بگیم ما یه ماشینی داریم، چرخی داره، ارتفاعی داره، میریم کمپی میزنیم. اگه براتون بگم دلتون مثل من خون میشه. تا همینجاش دیدم یه اطلاعاتی دادن، یه سری ها رفتن گفتن آها باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. عرض کنم خدمت شما که آقای درویش عزیز، گردشگری هم یک مضمونه، البته اگر علمی، عملی، وارد مناسبات صنعتی، اقتصادی و معیشتی بشه. اما ما به چی میگیم گردشگری بحث مفصلی است، بهش ورود نمیکنم. ما یک واژه‌ای داریم شما باهاش آشنایی، میگن سازمان حفاظت از محیط زیست. ما در فارسی واژه دیگه داریم، صیانت از محیط زیست. صیانت جنسش جنس مغزه، جنسش جنس دانشه، جنسش جنس سواد، آگاهی، محتواست، نوره، مسئولیت، دغدغه است. حفاظت جنسش جنس سیمخارداره، جنسش جنس اسلحه است، جنسش جنس دیه است،
جنسش جنس گلریزون به نفع باز کردن تناب دار از دور گردن محیطبانه. گردشگری در مبانی علمی عالی خودش از صیانت حرف میزنه، نه تنها از حفاظت. پس اینجا اگر نافی حفاظته که دیگه اصلا به سمت صیانت نرفته. لذا پس من در شروع بحث با شما موافقم. عرض دیگری بکنم، ما میدید که سالهاست، الان چند سالی است که داریم از حمایت از تولید به عنوان تیتر اول کشورمون صحبت میکنیم و تلاش میکنیم. پس یعنی ما قبل از اون اقتصاد مبتنی بر مصرف داشتیم دیگه. شاهد براتون بیارم، سازمان حمایت از مصرف کننده به جهنم تولید کننده، درست شد؟ حالا بزرگان اقتصاد و کارآفرینی و آقای دکتر فرهادی عزیز میدانن که اقتصاد باید حامی تولید باشه. عرض کنم خدمت شما دوران اقتصاد مبتنی بر تولیدم تمام شد، چون تولیدم مصرف میخواد دیگه، منابع آب و خاک و الان اوشون میگه آب نداریم، اوشون میگه ما چند برابر دنیا فرو نشست کردیم، 140 برابر جهان فرو نشست کردیم، خاک هم که نداریم، هوا هم که باقی مونده خاک رفته اون تو، نفس هم که نمیتونیم بکشیم. یعنی روزگار ما اینه. نوبت اقتصادی است مبنی بر یا مبتنی بر یا ناظر بر خلاقیت و تجربه. کیا آخرین مستند آتنبورو رو دیدین؟ هر کی ندیده امشب تکلیفشه. من 20 سال معلمم، تکلیف امشب برین نماوا فیلمو اینا یه پولی میدید، شما که دست به دیجیتالتون خوبه اینه ببینید. او آقا میگه تمام دنیا رو به حدود 80 سال گشتم، فهمیدم مرزای جغرافیایی، یعنی بشر هنوز نمیفهمه. اوشون میگن زیست بوم یعنی جایی که اگر توسعه درش تعریف شد، محیط و کارکرد انطباق درستی پیدا کرد، ما توسعه پیدا کردیم. زیست بوم مرزش دیگه جغرافیایی نیست، ما میگیم اون عراق این ایرانه، کره زمین تب کرده. مسئله جدی ها، 10 سال وقت داریم یه کاری بکنیم، یه کاری نکردیم نسلای بعد اگه ماندن و ما رو قضاوت کردن بریشون میخندن، میگن شما این همه ادعاتون میشد، او اول وایسادید گفتید من الف هم نیستم، لاغر هم نیستم، خیلی هم سر وزنم، این همه ادعاتون میشد، هیچ کاری نکردیم. عرض کنم خدمت شما بزرگواران که گردشگری محلیست برای ظهور اقتصاد خلاق، نوآور، مبتنی بر دیجیتالیسم، مبتنی بر محتوا داده و مبتنی بر رفتار غیر مصرفی. ببخشید من. خیلی ممنون از این آغاز توفندت علی آقا. ما تقریبا 17 دقیقه از آغاز پنل رو گذروندیم. بله 17 دقیقه رو گذروندیم. در دور دوم امیدوارم که بتونیم به یک تحلیل جدیتری از ماجرا برسیم. دوستان عزیز، اگر 3 کلید واژه رو از صحبت‌های بزرگواران اقتباس بکنم، اولین کلید واژه مصرف است، تولید است، و سومین کلید واژه اقتصاد. برای اینکه این 3 کلید واژه رو یه جوری به استنباطی که ما از این جمع شدن دور هم به بهانه اینوتکس متصلش بکنم، اجازه بدید واژه انترپرنرشپ رو یا انترپرنر رو اینجا برجسته بکنم. انترپرنر یعنی چی؟ تو جمع کسی میدونه؟ آها، انترپرنر ترجمه شده است کارآفرینی، در حالی که وقتی که فرهنگ وبستر را میخوانید، انترپرنر یا انترپرنرشپ کسی است که برای به دست آوردن سود بیشتر ریسک میکند. کسی که برای به دست آوردن سود بیشتر ریسک میکند و این سود بیشتر به هر قیمتی. و اینجا نه با معنای کار هم مفهومی دارد و نه با معنای آفرینش. زمانی کار آفرینی معنای واقعی خودش رو در زیست بوم ما پیدا می کند که به خاطر بیاوریم در همین زیست بوم از آب پنیری که
امروز بزرگترین فاجعه کارخانجات لبنیاتی ماست در یک فرهنگ تولیدی زنانه در ایران که بیش از 2000 سال سابقه دارد به نام واره، که دلم میخواهد همه آنهایی که به توسعه بومی علاقمندند اول این مفاهیم رو به درستی بدانند و قرائت کنند. از آب پنیر در عشایر سنگسر سمنان 43 محصول زنان و بانوان خردمند ایرانی که کارآفرین هم بودند، و در عشایر شهر بابک و استان کرمان و اتفاقا نزدیک به بوشهر و روستاییان و عشایر نزدیک به شیراز و روستاییان و عشایر نزدیک به الگن 34 محصول به دست می آوردند. اینجا هم کار و هم آفرینش در کنار با طبیعت اتفاق می افتاده است. و جالبه بدونید یکی از پیچیده ترین شکلای تبادل دانش که برای شما بزرگواران که حتما با مفاهیم مدیریت دانش آشنا هستید واژه نوعی نیست، یعنی تسید تو تسید، یعنی دانش زمینی به زمینی، یعنی سینه به سینه، هم به بهانه این کار تولیدی به نام واره محقق می شده است. کار آفرینی، کار توأم با آفرینش، کار توأم با خلاقیت نیاز نداشته است که ما دائما بر طبل واژه استارتاپ بکوبیم، بلکه نیاز داشته است به اینکه مفاهیم بومی آن را ادراک کنیم. من با پرسشی این چند دقیقه رو به پایان میرسونم. به عنوان یه آدمی که از دوره کارشناسی تا دکتری گرایش اصلیش فناوری بوده و بخش زیادی از درس پس دادنش در حوزه دانشگاه هم در حوزه فناوری است، از شما عزیزان میپرسم علارغم سپاس بیکرانی که از زحمات بزرگوارانه همه حوزه های ما در به وجود آوردن و ساپورت استارتاپ ها در این سرزمین با تاکید بر استارتاپ های های تک اتفاق افتاده است، در طول 3 سال اخیر نه، در طول 4 سال اخیر نه، در طول 8 سال اخیر استارتاپ های با تاکید بر اولویت های های تک و فناورانه چقدر به جی دی پی و جی ان پی ما و سرانه ملی ما اضافه کرده است. اگر قرار است اقتصاد را قرائت جدیدی داشته باشیم، در همه قرائت‌های جدید از اقتصاد مفهوم پایداری مفهوم جدی است. و مگر می شود به مفهوم جدی پایداری اندیشید بدون تصور و تفکر و برجسته کردن مفاهیم نهادی؟ استارتاپ های ما چقدر با نهادهای اجتماعی ما و نهادهای محیط زیستی ما در گفت و شنود هستند؟ و نهادهای اجتماعی ما و محیط زیستی ما چقدر با استارتاپ های ما در گفت و شنود؟ عزیزان دل، ما نیاز به کار آفرینی داریم، نه نیاز به انترپرنرشپ. خب درود بر کاوه عزیز، نکته بسیار مهمی رو در واقع ایشون روش تاکید کرده، اینکه اون چیزی که به عنوان کارآفرینی ازش یاد میشه در دنیا و به باور کاوه فرهادی یکی از دلایل کاهش کارایی سرزمین در ایران شده، اینه که ما کارآفرینی رو معادل فرایندی میدونیم که یک شخصیت حقیقی یا حقوقی برای سود بیشتر به هر قیمتی تمایل به ریسک داشته باشه، در صورتی که کارآفرینی یعنی کار توأم با آفرینش، کار توأم با خلاقیت، که این تا
تو هم با آفرینش و خلاقیت موقعی اتفاق میفته که ما درک درستی از قوانین حاکم بر زیست‌بوم خودمون داشته باشیم. مثال عینی صحبت‌های کاوه فرهادی رو فکر می‌کنم همین امروز و دیروز شما تو صحن علنی بهارستان دیدید. طرحی رو نمایندگان مجلس فرستادن با عنوان مانع زدایی از تولیدات کشاورزی و توی اون طرح قید شده که باید دولت تسهیلاتی فراهم بکنه که بتونن کشاورزی در مناطق کویری و بیابانی هم اتفاق بیفته و صادرات کشاورزی افزایش پیدا بکنه. دقت کنید که در کشوری که میزان تبخیرش در مناطق کویری و بیابانی حدود 4,000 تا 5,000 میلی‌متر در سال، حالا طرحی رو نمایندگان دادن که تو همون مناطقی که به هیچ عنوان کشاورزی و افزایش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک خردمندانه نیست، ما بریم به سمت توسعه کشاورزی، یعنی به دست آوردن سود به هر قیمتی، یعنی همون چیزی که ما تو مکتب نوسازی داریم و همون چیزی که غربی ها و نظام سرمایه‌داری ازش سخن میگن و اون چیزیه که ظاهرا ما بهش انتقاد داریم ولی عملا داریم ازش به بهانه مانع زدایی از تولید حمایت میکنیم. کشوری که با دریوزگی آب روبروئه و به شدت با کمبود آب روبروئه نباید بره به سمت صادرات آب مجازی و نباید بره به سمت اینکه هندوانه و سیب و بقیه محصولات کشاورزی خودش رو صادر کنه، فکر بکنه که داره پول تولید میکنه و در واقع امنیت غذایی خودش رو از دست بده. سوال جدی که استارتاپ ها چقدر تونستن به جی دی پی پاسخ بدن و اضافه بکنن هم سوال خیلی جدیه که من امیدوارم حالا دوستانم اگر تو این زمینه حرفی دارن بگن و خود کاوه بعدن ادامه بده حرف و انتقاد سنگینیه. آقای خدابخشی عزیز، بخشی از این ماجرای ریسک به هر قیمتی اتفاقا متوجه صنعت سدسازیه. از کنم خدمتتون خیلی ممنونم آقای درویش. آقای فرهادی خیلی خوب تبیین کردن، خیلی هم سریع عمیق شدن نسبت به موضوع. من حرف آخرم رو همین اول بزنم، ما به اندازه تمام روستاهای کشور نیاز به سعید انصاریان ها داریم. در اشارات آقای فرهادی هم در واقع همین بود، کلید واژه های الان به کار برده میشه راجع به آفرینش، خردمندی، تاب‌آوری، سازگاری، اینا کلید واژه‌هایی هست که در توسعه پایدار بسیار اهمیت داره و در واقع ما باید با این کلید واژه‌ها انس بگیریم و کار بکنیم. خوب بدونیم ما کجا هستیم، چون فرمایش کردید الان طرح مجلس هم فرمایش کردید که توسعه کشاورزی در مناطق بیابانی و کویری رو بدونیم ما کجا هستیم. ما از و با معیارهای جهانی به لحاظ وجود منابع آب ما در چه وضعیتی هستیم؟ ما یه موقعی سرانه آبمون 7000 متر مکعب برای هر نفر بوده در کشور که الان به زیر طبق شاخصهای جهانی به زیر 1100 متر مکعب برای هر نفر داریم میرسیم که از شاخصهای بحران عبور کردیم. منتها یک لکنتی اینجا وجود داره که شاخصهایی که گرفته میشه چون به صورت متوسط هست و کشور ما با اقلیم‌های متفاوتی مواجه هست، ما نمیتونیم از یک شاخص مشخص برای کل مناطق کشور پیروی بکنیم. در یه مناطق جلگه‌ای که یا مناطقی که بارندگی‌های زیادی دارن ما نمیتونیم سرانه رو سرانه میزان آبی که حد بحران هست و بخوایم 1100 متر مکعب برای هر نفر در نظر بگیریم. در یه مناطقی مثل خوزستان 1700 متر مکعب شما وقتی سرانه تقسیم میکنی پایین تر بیار از حد بحران عبور کردی، اما در مناطقی که سازگارانه زندگی کردن مثل یزد، کرمان و مناطق کویری شاید این حدود رو بشه دستکاری کرد تا مقادیر کمتر. کما اینکه در مناطق دیگر دنیا حتی با سرانه 500 متر مکعب برای هر نفر زندگی های خوبی دارن و تجارت کشاورزی خوبی هم دارن و توسعهشون پایدار هست. عرض بنده این هست که ما بایستی ببینیم الان در وضعیت فعلی کجا ایستادیم و
وضعیت منابع آبمون چی هست. فرمایش داشتید اشاره کردید به سدسازی و بحث مصرف. استحضار دارید که سالیان سال هست ما با یک قانونی داریم کار میکنیم به نام قانون توزیع عادلانه آب. نقد حضرت عالی هم بر همین بوده که تا الان نگرش بر توزیع آب بوده. هیچ وقت ما بر مدیریت مصرف و مدیریت منابع تأکید نداشتیم و متاسفانه مجدداً در قانون که داره مصوب میشه و به هیئت دولت ارائه شده ما مباحث مصرفگرایی و تأکید بر توسعه ناپایدار و قوانین موازی همین طرحی که الان در مجلس هست و توسعه های کویری و انتقال آب رو مشاهده میکنیم. اخیراً هم شرکتی رو شنیدم تأسیس شده برای انتقال آب به یکی از مناطق کشور که علارغم انتقال آب‌های متعدد با ساخت سدهای متعدد هیچ وقت پاسخگویی به نیازهای نهایی اون منطقه نشده و متاسفانه باز هم طرح‌های انتقال آب دیگری رو دارن طراحی میکنن. ما هیچ وقت در این کشور با سدسازی‌های متعدد نتونستیم پاسخگوی نیازها باشیم و مجدداً تأکید بر مصارف شده و مصارف بیشتر و یک سیکل معیوبی رو ایجاد کردیم و تصور بیهوده‌ای رو ایجاد کردیم که ما کشوری هستیم که مستعد کشاورزی هستیم علارغم اینکه منابع آب بسیار محدودی داشتیم از ابتدای انقلاب و سعی کردیم با سدسازی‌های متعدد این مثلا نیاز رو پاسخ بدیم، اما متاسفانه در مسیر مثلا پاسخگویی به این نیازها نیازهای کاذب هم ایجاد شده و بسیاری از منابع ملی به اون سمت کشیده شده. بله آقای درویش، ما سدسازی‌های متعددی داریم. استحضار دارید که ما برای 70 میلیارد متر مکعب سد ساختیم و سدهای متعددی هم در حال ساخت هستند، در صورتی که بیشتر از 40 میلیارد متر مکعب توی سالهای اخیر ما به صورت متوسط نتونستیم مخزن ایجاد بکنیم و استفاده بکنیم و اون مخزنی هم که ایجاد شده ظرفیت‌های ذخیره هست، نه ظرفیت‌های تنظیمی. ظرفیت‌های تنظیمی باز بسیار کمتر از این عددی هست که بیان میشه. این هست که اون شالوده توسعه پایدار با تفکری که حاکم میشه بر کشور که نیازهای مصرف رو پاسخ بده، ما به اون اهداف نمیرسیم و متاسفانه روز به روز به اون نقطه شکست داریم نزدیک میشیم. من احساس میکنم که سخن شما اینه که در واقع دستگاه متولی منابع آب کشور به جای اینکه دستگاه واقعا متولی سیاستگذار و حرف اول و آخر رو تو حوزه منابع آب کشور بزنه بیشتر شبیه کارگزار عمل کرده و شبیه در واقع یک کارفرما یا یک پیمانکار و فقط بهش گفتن که اینقدر نیاز کشاورزی وجود داره، اینقدر نیاز شرب وجود داره، اینقدر نیاز صنعت وجود داره و شما موظفید که این رو تامین کنید. من عرایز تکمیلی بگم خدمتون، چون آقای فرهادی هم اشاره کردن بر بحث مصرف و بحث رویکردها. پایه‌گذاری توسعه از بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب، پایه‌گذاری توسعه بر مبنای کشاورزی یک پایه‌گذاری غلط بوده. کشاورزی در کشور ما بر مبنای دیدگاه‌های ایدئولوژیک شکل گرفته و یک مبحث استراتژیکه و نه مزیت. من تأکید میکنم کشاورزی در کشور ما یک استراتژیه نه مزیت و این استراتژی مبنای ایدئولوژیک داره. چون آقای فرهادی اشاره کردن، من عرض میکنم که بر بنیان مصرفگرایی شکل گرفته نوع توسعه‌ای که ما بنیانش رو گذاشتیم. برای همین عرض کردم که حرف آخرم و همون اول بحثی بزنم که ما به تعداد سعید انصاریان نیاز به در
به تعداد روستاهای کشور نیاز به سعید انصاریان ها داریم. ما مبنای توسعه‌مون بسی توسعه روستایی باشه و توسعه نقطه‌ای باشه. ما نمیتونیم نسخه ایو که برای یک منطقه جلگه‌ای میپیچیم در کویر هم بپیچیم که بخوایم طرحی ببریم مجلس که نیازمند آب بیشتر و نیازمند منابع بیشتری هست که اصلا در دسترس نیست. این هست که سیستم ما بر مبنای یک دیدگاه سرمایه‌داری صرفاً پاسخگوی یک مجموعه های قدرت میشه که نتونستن خودشونو سازگار بکنن بر شرایط اقلیمی کشور. خیلی ممنون، متشکرم. علی آقا شما حرف اول و آخرتو بزن. من در دوردست ها خانم کامکار رو میبینم. شما جاتون راحته، من جام راحت نیست. دقت کردم که اینها حرفای فاخر میزنن، دو تا بالش دارن، من یه دونه دارم. فهمیدم اشکال توسعه اینجا کجاست. من شوخی میکنم آقا بعدن علیه این رویداد استفاده نکنید. بچه ها با ما این دیگه، حواستون هست. بحث اینجوریه، از اقتصاد شروع میشه میاد اینجا آب میره به من میرسه، چی کارش کنم؟ عرض کنم خدمت شما که اصلا بگیم آببری هر شغل چگونه شاخصی است. من حرف خودم میزنم، ببخشید که پراگنده گویی میکنم، چون میدونم شمایی که موندین از اونهایی که نیومدن اینقدر هوشمندین که اینا رو به هم وصل کنین. مگر نه اینکه اهالی فناوری از طریق دیجیتالیسم مرزهای کمی و کیفی آموزش رو تکون دادن؟ دادید یا ندادید؟ میشه education. مگر نه اینکه شما از طریق فناوری و دیجیتالیسم مرزهای سرگرمی رو تکون دادین؟ entertainment. یه واژه بیگانگان ساختن به اسم edutainment، آموگرمی، یعنی آموزش به اضافه سرگرمی. البته این باز جوک بود، یعنی بازی آموزی. عرصه گردشگری عرصه بازی آموزی است، همین کاری که من میکنم. شما نمونه ایش رو میبینید، بچه های فناوری به این حوزه وارد شید، مردم موقعی که سرگرمن یاد میگیرن، گارد نمیگیرن. موقعی که لذت میبرن یاد میگیرن، گارد نمیگیرن. این کلید واژه است در مبحث اقتصاد خلاق و اقتصاد مبتنی بر تجربه. کسی که داره کیف میکنه یاد میگیره. معجزه گردشگری، بوم گردشگری، اکوتوریسم اینه. میتونید یه کاری کنید مردم لذت ببرن، یاد بگیرن، یاد بدن، سیانت کنن، مشارکت کنن؟ این سوال شادلو از همه اهالی گردشگری. یا اومدید مثل سازمان متولی مدیریت آب کارآفرینی میکنید با تعریف ریسک بیشتر سود بیشتر، نه پایداری. اگه اومدید در گردشگری، پایدارترین صنعت غیر مصرفی جهان که جی دی پی رو تکون میده و قرار نیست به این مبانی، به این کلید واژه ها، به این دانش ها، به ادوتینمنت، به اینترپریتیشن، تفسیر، ارائه خلاقانه عاشقانه از ماهیت داشته های یک زیست بوم به پردازین، اشتباه اومدین. شما دارین پول در میارین، دارین بیزینس میکنین، دنیا دیگه بیزینسمن نمیخواد، دنیا از این جنس آدم های عاشق میخواد. علی آقا ببین، یه موضوعی رو الان اشاره کردی، سریع ازش رد شدی، ولی به نظرم مهم بود که گردشگری میتونه جی دی پی رو تکون بده. ما داریم تو آمارها که به ازای اختصاص 1 متر مکعب آب به بخش کشاورزی حد اکثر میشه تا 10 اشتغال پایدار ایجاد کرد، به ازای اختصاص 1 متر مکعب به بخش صنعت حد اکثر میشه تا 40 اشتغال پایدار ایجاد کرد، اما به ازای اختصاص 1 متر مکعب به بخش صنعت گردشگری میشه تا 180 شغل پایدار ایجاد کرد. چگونه همچین اتفاقی میفته و چرا با وجودی که همچین اتفاقی میفته وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ما یکی از مفلوکترین و فقیرترین وزارتخونه هاست؟ در جهان انواع گردشگری داریم، گردشگری مذهبی، گردشگری طبیعت، گردشگری فرهنگی. در کشور ما وزارت گردشگری مستجر سازمان حج و زیارته.
یعنی کل گردشگری مستجر قسمت مذهبی. پاسخ کافی بود؟ نه اجازه بده ادامه ندم. خدمت شما عرض کنم که یه چیز دیگه بگم شما اتوش، یعنی من دلم نمیاد جواب سوال درویش گرانقدر بدم، یه چیز دیگه نگم، او یکی رو من میگم، این یکی رو شما بردارین خودتون. کرونا گردشگری رو تعطیل کرد یا نکرد؟ این همه جریمه مریمه میذارن که شما چیکار نکنین، سفر نکنین، اقتصادتون هم که خرابه، وضعیت کشورم که چرا چجوری سفر میرین؟ این که محصول لوکس بود چرا تبدیل شده به عادت، عادت هفتگی، حتی به قیمت جریمه دوربین؟ حالا میرین چقدر آب مصرف میکنین که پول خرج کنین؟ یعنی چقدر پول تو جامعه روستایی، در شهرستان، در چشمه علا چقدر پول خرج میکنین؟ چقدر آب مصرف میکنین؟ خب یه آبی بخورین دیگه، حالا اگه شب موندین یه دوشی هم بگیرین دیگه، قرار نیست هندونه پرورش بدین که در عرصه گردشگری. درست شد؟ یه چیزی به شما بگم آقا، این امروز یادتون باشه 20 سال دیگه یاد این حرف بیفتید، بگی یه آدمی بود هی شوخی میکرد ولی لابلاش مثل که حرف حساب میزد. گردشگری معیشت اجتناب ناپذیر آینده ایرانه. کرونا مرونا هم تکونش نمیده، اصلا این جنس این صنعت اینجوریه، لوسه، هی شل میشه، هی صفر میپسن. او آقای جناب آقای خاتمی میاد گردشگری اتفاقی میفته، بعد جناب آقای احمدی نژاد یه اتفاقی میفته، اصلا این همین جوریه. حالا کرونا میاد دوباره میره یه ذره بالاتر این حرفا. اساسا گردشگری خلاق، گردشگری شخصی سازی شده، گردشگری مبتنی بر تجربه با کرونا سرعت گرفت. گردشگری مسئولانه، گردشگری سبز، گردشگری کم کربن، گردشگری کم شتاب، اینا با کرونا سرعت گرفت. یعنی حال گردشگری خوب شد، مریضای علکی پلکی با کرونا افتادن، اونایی که اومده بودن ریسک بالا سود بالا اونا افتادن. موندیم آدم حسابیا. اوشوه میگه هر روستا یه سعید انصاری ها میخواد، من اینجا برم بیرون یه کار دستمون میدم. یه بار نگفت یه علی شادلو میخواد، من تو روستای خودم دارم معجزه میکنم، دارم مینیاتور درست میکنم در 200 متر جا. میتونم بگم سرانه مصرف آب در تقابل با شغل نزدیک به صفره، نزدیک به صفره. خب شما آب شوربه که آدم ها شیکی هستید، تو این باطلا میخواید، تو این قطل چیه اسمش؟ بطری. تو این بطری ها میخواید، شما که مثلا آب شیر نمیخواید که، ما اصلا آب شیر مصرف نمیکنیم. مجموعی درست کردیم آب بارون ذخیره میکنه، پساب خاکستری ساختمون رو میگیره، تصفیه میکنه، سختی نداشته آب بارون رو با اون بالانس میکنه، برق خورشید رو میگیره، پمپش را میفته، این آب رو میبره تو ساختمون مصرف غیر شرب میکنه. شرب هم که قوطی مصرف میکنید. 5 تا حرفه مرده صنایع دستی رو در اقواممون احیا کردیم، ابن رفته بود برگردوندیم. به خدمت شما رسد که از قبلش چندین خانوار درگیر کارن، یاد گرفتن دارن پول در میارن، آب مصرف نمیکنن که. آقا ما اجتناب ناپذیره که گردشگری پول در بیاریم. ببین آب و خاک و اینا وضعش خرابه، اما تو جوب هم اقسامی از صور میراث ریخته. شما میرین قم چند تا کاروانسرا خراب میبینید، مثلا یه استرالیایی اونو ببینی کف میکنه، چون کلا کشورش 200 سالشه، مثلا آمریکایی 400 سالشه. ما مثلا اینجوری داریم میریم میگیم این تیکه میبینی اینجا افتاده 3500 سالشه، یه تیکه اینقدی، اون میزنه تو سر خودش، اتفاق میفته، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. خیلی ممنونم. یه جورایی در واقع همونطوری که برای تاب‌آوری جنگل‌هامون در زاگرس نیاز به سعید انصاریان ها داریم، در واقع علی شادلو داره میگه که یک صنعت گردشگری خوب درخور و متوازن شبیه به سعید انصاریان هست و نیاز امروز جامعه ما. توی یک سوم پایانی که ما الان حدود 17 دقیقه هم وقت داریم تا پایان، دلم میخواد که دوستان جمع‌بندی خودشون رو ارائه بدن. البته من فکر کنم هنوز یه چند دقیقه من وقت داشته باشم، یعنی وقتهای من رو اگر اضافه کنید. عرض کنم بزرگتون که آره، من این 3 تا مفهوم رو میخوام کنار هم بذارم.
مفهومی که به درستی آقای شادلو ازش نام برد و به درستی همه آدم‌هایی که به زیست بوم ایران می‌اندیشند هم ازش یاد بردند، مفهوم صیانت. ما پس یک مفهوم داریم به نام صیانت. مفهوم دیگری که در پرسش هوشمندانه آقای مهندس درویش بود، در پاسخ شجاعانه جناب آقای خدابخشی عزیز، مفهوم آب. حالا اگر قرار باشه این سه تا مفهوم رو با هم وصل کنیم، من یه آمار بدم. عزیزان دل، البته من نمیگویم که به زمان احداث قنات ها بازگردیم. قنات مرده است متاسفانه، و من به دلایلی که احتمالاً بعداً جستجو میکنید جزو اولین کسانی هستم که بر مرده های قنات اشک ریختم. واره مرده است و به دلایلی که بعداً کاوه فرهادی رو سرچ میکنید میدانید که کاوه فرهادی جزو اولین نفرهایی است که بر تابوت قنات و بر تابوت واره اشک ریخته است. اما در لحظه‌ای که اشک می‌ریخته است، تا الان که در کنار شما هستم، به این پرسش می‌اندیشم که مگر می‌شود در سرزمینی مشارکت به معنای فرهنگ یاریگری در ایران نباشد؟ مگر می‌شود در سرزمینی انواع خودیاری، همیاری و دگریاری نباشد؟ اما آب باشد. می شود یاریگری نباشد اما صیانت از زیست بوم باشد؟ بر همین قناتی که بر آن اشک ریختیم و اشک ریختید و قریب بر 2500 سال بزرگترین تمدن جهان که ویلدورانت می گوید هیچ تمدنی را نمیابید مگر آن که در کنارش آب باشد، در این سرزمین با 83% خوش‌سالی یکی از بزرگترین تمدن‌های جهان شکل گرفت. با کنار گذاشتن این دو مفهوم در کنار هم، صیانت و یاریگری. آقای جهانگیری عزیز که امروز روبروی ما نشستی و همه دوستان بزرگوار دیگری که پست هاتون رو میبینم و میخوانم، عجیب است در هیچ کدام از این پست ها نیست، در صحبت های دوستانی هم که به حوزه های روستا علاقمندند هرگز نمی آید. چرا؟ چون نمیخوانیم، چون نمیخواهیم که بخوانیم. اگر بخوانیم مفهوم صیانت و یاریگری را در صفحه 11 کتاب فرهنگ یاریگری در ایران این گونه پر حرارت بازگو می کنیم که اگر قنات‌های ایران را مستقیم کنیم، قنات‌های ایران را مستقیم کنیم، می شود 7.7 راین و میله قنات، فاصله کره زمین تا کره ماه رفت و برگشت. پس می دانید ما بر تابوت چه چیزی گریستیم؟ ما بر تابوت شگفت‌انگیزترین شکل مشارکت در جهان که از نوع خودیاری آن به همیاری رسید و همیاریش توانست بزرگترین تعاونی سنتی در ایران و جهان رو نه به وسیله مردان بلکه با سکانداری زنان در ایران و نه در شهر بلکه در روستاها به نام واره ایجاد کند، و شکل دگریاریش توانست 7.7 فاصله کره زمین تا کره ماه خط استوا راین و میله قنات بسازد، برای اینکه آب را از روی زمین و در برابر تبخیر حرارت خورشید به زیر زمین ببرد. اما نه فقط این،
نخواندیم و نمیخوانیم و نمیخواهیم بدانیم و متنفریم از خواندن و چطور در تنفر از خواندن میخواهیم به زیست بوم بیاندیشیم نمیدانم. اگر میخواندیم میدانستیم که بزرگترین جامعه مشارکتی ما در کنار همین قنات‌ها شکل گرفت به مفهوم بونه. ما قنات داشتیم آقای مهندس درویش عزیز، آقای خدابخشی بزرگوار، آقای علی شادروی گرانقدر و همه دوستان عزیز، آقای مهاجری بزرگوار. ما قنات داشتیم چون بنه داشتیم و ما بنه داشتیم و قنات داشتیم چون حکمرانی را می‌خواستیم که حکمرانی زیست بوم محور باشد، چون تمدنی را می‌خواستیم که بر روی شانه‌های 83% خوش‌سالی برپا خیزد. از شما عزیزان پوزش می‌خواهم، از آقای مهندس درویش و همه شما دغدغه‌مندانی که اینجا نشستید هم پوزش می‌خواهم، به خاطر اینکه یک واژه‌ای در فرهنگ لغت جامعه کارآفرین قنات آفرین وار باور تولید باور ما نبود. میدانید اسم آن واژه چیست؟ اسم آن واژه که اتفاقا در فرهنگ ده خدا هم تعریف جدی شده است، متاسفانه قرتیگری است. ما قرتیگری نداشتیم و قرتیگری دقیقاً عکس مفهوم کار است. قرتیگری دقیقاً عکس مفهوم آفرینش است. قرتیگری دقیقاً عکس مفهوم مشارکت است. قرتیگری همان چیزی است که ما را از مطالعه باز داشته است و آدمی که کتاب نمی‌خواند به هر بهانه‌ای هرگز زیست بومش را نمی‌فهمد. چرا؟ به خاطر آنکه اگر ما کتاب می‌خواندیم می‌دانستیم که کشاورزان ایرانی در طول بیش از 2000 سال بزرگترین و غنی‌ترین حکمرانی آب در ایران را مدیریت کردند و با ایثارگرانه‌ترین شکل یاریگریش، یعنی دگریاری، آن مغنی که درون زمین می‌رفت و زیر زمین می‌رفت آیا امید داشت که دیگر بازگردد؟ آیا آن قناتی که میکند برای خودش میکند یا برای نسل‌هایی که امروز فرزندانش روبروی من نشستند؟ دیگر یاری یعنی ایثار. خیلی ممنونم. و کار آفرینی ما بدون یاریگری ما و کار آفرینی بدون یاریگری هرگز صیانت از زیست بوم را نخواهد داشت. متشکرم. به نظر میسه وقت ما رو کم کردن الان دیگه، من بیشتر وقت نمیگیرم. آقای خدابخشی عزیز شما هم جنبندیتون ارائه بکنید. من خیلی ممنونم از کسانی که تشریف آوردن. اصلا فکرش رو نمیکردم این همه آدم تو این وضعیت کرونا با این مسیر دور در این همایش و به خصوص این رویداد جنبی شرکت بکنن. اشاره درست آقای شادرو داشتن که واقعا عشق میخواد در یه همچین محفلی بودن. من چون بحث توسعه صنعتی بود و مرتبط با این به اصطلاح رویدادم بخوام صحبت بکنم، چند تا چیزو خیلی اشاره وار میگم که طنزه. مثلا شما بدونید که ما صنایع فولادیمون رو در حال حاضر در جاهایی داریم احداث میکنیم که اصلا آب نداریم و صنایع آببر هستن این صنایع فولادی. اینا رو شما هر جا برید بگید به عنوان جوک میتونید تعریف بکنید. یا اینکه بدونید صنایع فولادی که رفته در مناطقی ساخته شده، این زنجیرش رعایت نشده، یعنی این همپوشانی ندارن، در حد اکثر بهره‌وری قرار نگرفتن، در صورتی که خیلی راحت شد در یک محاسبات اکسلی میتونستن این کار رو انجام بدن. عرض میکنم اینا به عنوان جوک میشه تعریفشون کرد. در مبحث استفاده از فناوری که ارتباط پیدا میکنه با موضوع،
بگم که ما در بخش آب برای استفاده از ابزار بسیار ضعیف هستیم و چون مرتبط هست موضوع با کشاورزی، بعد بدونید هنوز ما اندر خم یک کوچه استفاده از تراکتور و ابزارهای وصل شده به تراکتور و اینها در کشاورزی هستیم که مصارف آبو بسیار کاهش میدن و اپلیکیشن های مختلفی که میتونه کاربرد داشته باشه در مدیریت منابع آب. استحضار دوستان میرسونم چون تخصص ما هم هست و این حوزه هم داریم کار میکنیم. ما به لحاظ استفاده از نرم افزارها بسیار بسیار ضعیف هستیم. نرم افزارهایی که میتونن بومی سازی بشن و با شرایط اقلیمی ما هماهنگی داشته باشن بسیار کم هستن. خواستم مرتبط با این رویداد عرض کنم دوستان اگر میخوام فعالیت کنم توی این حوزه میتونن به هر حال در یه فرصت مناسبی تماس هم بگیرم، من خدمتشون هستم توضیح بدم. در مبحث توسعه پایدار آیه درویش عرض کنم که استحضار دارید، باز هم میگم ما 10 سال طلایی داریم برای اینکه به شرایط طبیعی شروع کنیم حرکت کردن و بازگشت کردن، وگرنه به نقطه غیر قابل بازگشت خواهیم رسید. ما الان 100% از منابع آبمونو مصرف میکنیم و به قولی 120% از منابع آب، یعنی آب برگشتی را هم مصرف میکنیم، در صورتی که طبق نرمای جهانی بین 40، حالا برای مناطق مثل مشابه اقلیمی ایران بسی حدود 60% از منابع مصرف بشن و این سالهایی که داریم پشت سر هم میگذرونیم و تدبیری نیست و فکری برای این موضوع نمیشه، سالهای طلایی هستن و ممکنه افسوس این زمان رو بخوریم. باز هم متشکرم از اینکه همچی رویدادی بندرم دعوت کردین، خیلی ممنونم از حضور. درود بر شما، خیلی ممنون. علی آقا شما دیگه تو 4 ثانیه که نمیشه حرف حساب بزنی، یه زی حرف ناحساب بزنم. من نگاه میکردم از اون سر که سخنرانی ها اتفاق میافتاد بچه ها قلنج میکردن، اینجا ماساژ اسپا بود، من قلنجتون میشکوندم بریم سر خط. مرسی که اومدین، مرسی که حوصله کردین، بچه ها ایران به همه ما احتیاج داره. متشکرم، خیلی ممنون از صبر و حوصله همگیتون. اگه بخوام توی 2 جمله خلاصه بکنم این پنلو، اینی که در واقع به تاکید کاوه فرادی اینه که اگر مطالعه بکنیم، اگر که ببینیم که روش‌ها و تجربه‌های زیسته پیشینیان ما در این سرزمین چگونه بوده، در بیابیم که ما از خودمون عقب افتادیم و اگر که برگردیم و این ارزش‌هایی که در این سرزمین بوده رو دوباره احیا بکنیم و بروزش بکنیم، چیزی کم نداریم برای اینکه بتونیم این سرزمین رو دوباره تاب‌آور بکنیم. پس خواهشمون اینه که حتماً با نگاهی دقیق و عمیق کسانی که در این حوزه خون دل خوردن، تجربه دارن و تونستن در واقع روایت بکنن راز و رمز زندگی در کنار کویر و بیابان رو در این سرزمین در طول 5000 سال گذشته بخونیم و اونها رو بروز بکنیم. آقای درویش جان، قنات اوشون بر بالینش گریستن، ما از اهالی گردشگریم، قنات میکنیم قنات موزه، اوشون میتونم بیام بخندم، یه شکل جدیدی از معیشت آبم مصرف. در مورد کشاورزی هم این نکته رو بگیم که کسی مخالف کشاورزی تو این کشور نیست. ما میتوانیم بر اساس همون پتانسیلی که همیشه در قنات ها بوده، یعنی ما میتونستیم 20 میلیارد متر مکعب آب رو بیاریم سطح زمین بدون اینکه سطح سفره‌های آب زیرزمینی ما کاهش پیدا بکنه و در محصولات استراتژیکمون در حد نیازهای خودمون خودکفا باشیم، یعنی گندم، جو، برنج و ذرت. اما این که بخوایم با استفاده از منابع آبی به شدت کمیاب و ارزشمندمون پول تولید بکنیم، صادرات بکنیم و آب مجازیمون رو در واقع صادر بکنیم، یک نابخردی بزرگه و اتفاقاً میتونه به امنیت غذایی ما در دراز مدت خدشه بزنه و دست آخر این که صنعت گردشگری درخور و در واقع خردمندانه یه چیزی مثل سعید انصاریان میمونه در الگن. درود بر همگی شما.